به نام خداوند مهربان و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از فیسبوک امرالله صالح، تصمیم 35 جلسه 6:30 صبح روز چهارشنبه 5 قوس 1399 مطابق با 25 نوامبر سال 2020. حمله توریستی بر مردم علم پرور و صلح دوست بامیان را محکوم می نماییم. همه جنایتکارانی که این حملات را انجام می دهند روزی در برابر ملت افغانستان شرمسار و روی سیاه و ایدا خواهند گردید. من به عدالت الهی و اراده مردم ما برای پیروزی در برابر گروه جهل و خشونت باور دارم. اول، در 24 ساعت گذشته کابل گواهی یک حادثه توریستی بود که ماین مغناطیسی در موتر یکی از منصوبین نصب گردیده بود. خوشبختانه تلفات نداشت. به غیر از همین حادثه چیز دیگری گزارش نشده است. اگر شما فکر میکنید که این معلومات نادرست است، لطف نمودن نظر بدهید. دوم، من دیروز از بنبست در دوسیه پانتون کابل یادآوری نموده بودم. خوشبختانه بنبست شکست و باز هم فرد دیگری دستگیر گردید. از بخش مطبوعاتی ما خواسته ایم که جزئیات را در هماهنگی با ریاست امنیت ملی با مردم شریک سازند. خوشبختانه در 24 ساعت گذشته 9 نفر از توریستان طالب و طالبان دایشی در اثر انجام 24 عملیات مشترک در سراسر کابل دستگیر گردیدند. در جلسه امروز مرور اجمالی بر سوابق و فعالیت‌های جنایتکاران هر یک صورت گرفت. پلیس پرافتخار کابل نیز 4 عملیات موفق در دستگیری دزدان، چپاولگران و باجگیران داشتند. که جزئیات را بخش مطبوعاتی ما به شما شریک خواهند ساخت. سوم، در جلسه 6:30 امروز 9 نفر مهمانان از جامعه رسانه‌های افغانستان با ما بودند. محترما هر یک، لطف‌الله نجفی زاده، مجیب مهرداد، شریف حسینیار، حامد حیدری، نجیبه ایوبی، زکی دریابی، جیلانی زواب، دانش کروخیل و عابد احساس تشریف داشتند. خواست اساسی آنها دسترسی و ملاحظات ثبوت، شواهد و مدارکی است که دولت در دوسیه تحقیقات مرتبط به شهادت یما سیاوش در اختیار دارد. محتویات دوسیه با رسانه های محترم شریک ساخته شد و از آنها خواهش نمودیم که نشر متباقی مسائل مطرح در جلسه را با مد نظر داشت ملاحظات محرومیت می توانند بنویسند، ولی ثبت صدا و تصویر وجود نداشت. بخش هایی که از جلسه کاملا سری بود و ما بر اساس اعتماد بر مطبوعات مسئول و با تعهد افغانستان از آن خواهش کردیم نشر نکنند. انشاءالله مهمانان با چارچوب کاری جلسات 6:30 از دید مدیریتی، استراتژی، اقدام، هماهنگی حضوری و رخ در رخ استجالیت و رسیدگی به موقع به مسائل و روش های پیگیری پرونده ها و وظایف معلومات اولیه ولی دست اول به دست آوردن. امید است شک آنهایی که انوز فکر میکنن جلسات 6:30 بیشتر اعلامیه و خیال پردازی ها برای تبلیغات از رفع گردد. پنجم، حمایت مردم و رضایت جامعه از کارکردهای جلسه 6:30 در 24 ساعت گذشته 79%، 3% رکی گویی و دشنام و 18% هم حاوی اطلاعات و معلومات هایی است که نیاز به پیگیری دارد. ما به تمام نظریات شما ارج خواهیل می شویم و مسائل قابل پیگرد را به صورت منظم به ادارات زیرب اما هنگ می سازیم. مطمئن باشید همیشه آواز بلند داشته باشید و پیامتان را به ما به هر طریقی که برایتان آسان و راحت است برسانید. ششم، از حمایت نمایندگی اروپا در کابل که از تلاش های جلسات 6:30 در امر مبارزه با جرایم و فساد استقبال کردن سپاس می نماییم. جامعه اروپا مشخصاً از دخیل سازی مردم در یک چوکات مؤثر و کارا در این برنامه اظهار خوشبینی کرده خوش آمدید گفتند. عکس اعلامیه نمایندگی اتحادی اروپا را در امین صفحه شریک خواهیم ساخت. هفتم، برای بار اول پس از آن که توانستیم جرایم غیر توریستی را به حد اقل ملاحظه مهار نماییم، از مردم آن هم به صورت منظم و مدیریت شده خواستیم برداشت و معلومات خود را از شبکه های توریستی با ما شریک سازند. یک دوسیه منظم حاوی 88 نفر از اعضای هسته های خابیده توریستان در کابل به ریاست امنیت ملی کابل تحویل داده شد.
البته این فهرست نیاز به انکشاف دارد تا قابل اقدام گردد. از تمام مردم شریف کابل که در تهیه این دوسیه با ارزش با ما همکاری کردند سپاس می نماییم. هشتم، ریاست امنیتی ملی و پلیس کابل سر از امروز در موترهای خاص در نقاط مختلف کابل و سایت مشکوک را تلاشی خواهند نمود. این ابتکار به خاطر تقویت پسته‌های ثابت است. گزمه‌های سیار با استفاده از موترهای تحت پوشش صورت خواهد گرفت و تمام اسناد لازمه به خاطر اینکه سوء تفاهم ایجاد نگردد ترتیب داده شده است. قماندانی امنی کابل و ریاست امنیتی ملی کابل در نتیجه اماهنگی حضوری و رخ در رخ مطمئن هستند که این ابتکار می تواند تا حد زیاد در تردد توریستان و مجرمین اخلال ایجاد نماید. اگر با چنین گزمه های برابر شدید همکاری کنید. نوت: اول قرار است جلسه دوم میثاق امنیتی را برای ولایات روز شنبه از رای دور برگزار نماییم. اگر شما در ارتباط با ولایات بلخ، هرات، ننگرهار، خوست، تخار، بغلان، کاپیسا و سمنگان گفتنی هایی دارید، در شماره های واتساپ که درج این اعلامیه است پیام بگذارید. هر قدر اطلاعاتتان پخته و قابل اقدام باشد به همان اندازه نهادهای زیرفت وادار به اجرات خواهند شد. نوت دوم: اگر اعضای محترم ولیسی جرگه و یا مشران جرگه خواهان اشتراک در جلسات ششونیم باشند و یا خواستار دسترسی به میثاق امنیتی کابل، حوزات کابل و یا ولایات باشند، به آسانی می توانند به دست آورند. اول بخوانید، بعد واکنش نشان دهید. نوت سوم: عفت کلام و ادب در هر حالت و شرایط بخش اساسی کرکتر من بوده و به آن افتخار می نمایم. توسل به ادب بلند و پایان نرفتن در لحظات اساس و پرتشنج محک قوت آدم ها در صحنه است. کلماتی که می نویسم و بیان می کنم ژرف وسط شخصیت ما را به نمایش می گذارد. حمله توریستی بر مردم علم پرور و صلح دوست بامیان را محکوم می نماییم. همه جنایتکارانی که این حملات را انجام می دهند روز در برابر ملت افغانستان شرمسار و روی سیاه ویدا خواهند گردید. من به عدالت الهی و اراده مردم ما برای پیروزی در برابر گروه جهل و خشونت باور دارم. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.